اونچه که زنان در یک رابطه میخوان چیزهایی که هر دوست به سر یا همسر آرزو میکنه که زودتر بدونه اونچه که زنان در یک رابطه میخوان هرگز سوال آسونی نبوده مردان تصور میکنن که درک کردن زنان خیلی دشوار هستش اما ترکیبی از چیزهای کوچیک هستش که تفاوت رو ایجاد میکنه زنان دوست دارن تمام توجه شما به اونها باشه و مهمترین فرد زندگی تون بودن باعث میشه که اونها احساس امنیت و خوشحالی رو بکنن اونها میخوان که شما برای همیشه اونها رو دوست داشته باشید و در کنار اونها باشید بنابراین امروز میخوام اطلاعات و نکاتی رو در مورد اینکه چه چیزی زنا رو خوشحال میکنه و کارهایی که میتونید انجام بدید تا احساس خاص بودن و کمک به عمیقتر کردن رابطتون میکنه با شما صحبت بکنم سلام مریم هستم کارشناس ارشد روانشناسی از دانشگاه تهران و همینطور مربی حرفه در آنتاریو کانادا ممنونم که کانال ما رو برای بالا بردن کیفیت زندگیتون انتخاب کردید همین ابتدا خواستم از همهتون تشکر بکنم بابت پیام های زیبا و ارزشمندتون ازتون میخوام اگر تا حالا سابسکرایب نکردید همین حالا سابسکرایب کنید و زنگوله ای کنارش رو هم بزنید تا از ویدیوهای ما با خبر بشید همینطور ویدیوهای این کانال رو به دوستانتون هم معرفی بکنید دوستان من بریم و بیایم شروع بکنم کمی تحسین میتونه معجزه بکنه به همسرتون بگید لبخند درخشان او چگونه روز شما رو میسازه و این جمله روز اون رو هم میسازه کلمات کوچیک شما برای قدانی او رو خوشحال میکنه او رو به خاطر ویژگیهاش تحسینش کنید او هم ممکن هستش که یه آشپز خوبی باشه یا یک نقاش یه خوندار عالی باشه یا مادر دلسوزی باشه یا یک زن حرفه‌ای موفق باشه که در کارش حرفه‌ای هستش. به تعهد او به کارش احترام بذارید و به کارش توهین نکنید حتی اگر همسر شما یک مادر خوب هستش سهم او رو در خونه بسیار بزرگ بدونید و او به این شناخت شما نیاز داره و اون رو متوجه میشه زنان در یک رابطه عشق و محبت رو میخوان خانمها چه تازه ازدواج کرده باشن و چه چند سال از رابطه زناشویشون سپری شده باشه آرزوی محبت در رابطه خودشون رو دارن اونها دوست دارن بدونن که شوهرشون چقدر براشون ارزش و محبت قائل میشه به عنوان یک شوهر ایدئال باید زمان پرباری رو با همسرتون سپری بکنید به اون محبت بکنید به خواسته های کوچیک و بزرگش توجه بکنید مردم باید سعی کنن در گفتار خودشون شیرین باشن و تو اعمال خودشون هم با زنهاشون یا با عشقشون محبت داشته باشن و مهربون باشن دلتنگی خودیتون رو نشون بدید اگر همسرتون خارج از شهر هستش یا به خونه پدرش رفته به او بگید که دلتنگش شدید به اون نشون بدید که چقدر به اون معتاد هستید زنا دوست دارن مردانشون دلتنگشون بشن و حتی معتادشون بشن اون نیاز به توجه داره زن و شوهری رو نمیخوان که بیشتر وقتش رو با گوشی هوشمندش داره سپری میکنه آیا از همسرتون قدردانی میکنید وقتی که با اون نشستید و دارید در مورد یک مطلبی باهش صحبت میکنید او از شما انتظار داره که بهش توجه بکنید و گوش کنید نگرانی های اون رو بهش اهمیت بدید بی اهمیت از نگرانیاش نگذرید زمانی که به شما نیاز داره به او توجه بکنید کنید این نشون دهنده عشق شما به اون هستش شریکی که دوست شماست او وارد یک زندگی ناشنا میشه و شما تنها فردی هستید که میتونید به او اعتماد کنید شما تنها کسی هستید که او میتونه افکار خودش رو با او در میون بذاره و نظر خودتون رو بیان کنید به طور خلاصه او در شما به دنبال یک دوست هستش دوستی که همیشه و برای همیشه در کنار او قرار بگیره او با به شما نیاز داره که وقتش رو با شما سپری بکنه اون نیاز داره که شما شوخی بکنید و برخی از علایق مشترک رو با هم شیر بکنید تا رابطه زیبای خودتون رو تقویت بکنید دوست بودن به این معنی نیستش که در رابطه با هم اصلا دعوا نداشته باشید اما مطمئن بشید که به زودی آشتی کنید و کینه رو از بین ببرید تشویق به دنبال رویاهاش همسر شما ممکن هست در حرفه یا سرگرمی خودش به خاطر مراقبت از شما و بچه ها وقت صرف کرده و وقت دیگه ای نداره تا به رویاهاش فکر بکنه او رو کمک و تشویقش کنید تا دوباره شغلی رو شروع کنه تا بتونه رویاهاش رو محقق بکنه اینجا او احساس محرومیت دیگه نمیکنه یا ناامیدی در زندگی رو نمیکنه که به اونچه که در زندگی میخواسته نرسیده به جای قضاوت کردن از او در تلاش باشید تا از او حمایتش بکنید او برای همیشه به شما افتخار میکنه زنان خواهان برابری در یک رابطه هستند ازدواج پیوند دو طرف است که با هم برابرن شراکت هست و شوهر برزن برتری نداره زنان شریکی میخوان که به برابری اعتقاد داشته باشه اونها فردی رو میخوان که برای نظرات اونها ارزش قائل بشه و اونها رو پایین نیاره اونها یک دوست صمیمی میخوان نه یک دیکتاتور یک رابطه زناشویی خوب در صورتی وجود داره که زن و شوهر موفقیت خودشون رو با هم جشن بگیرند رضایت جسمانی، صمیمیت فیزیکی برای زنان به همون اندازه که برای مردان مهم است، برای زنان هم مهم هستش. اونها عاشق درگیر شدن و لذت جنسی هستند. مشارکت در یک رابطه صمیمی سالم میتونه جرقه عاطفی رو در ازدواج شما زنده نگه داره. تفاهم و بخشش اشتباه کردن مال انسان هستش اما بخشیدن امری الهی هستش بیاموزید اگر همسرتون با حرفاش آزرد خاطر شدید یا کاری رو که نباید انجام میداده انجام داده او رو ببخشید هنگامی که او سعی میکنه موضوع رو توضیح بده دیدگاه اون رو درک کنید و این به شما کمک میکنه که او رو از تصمیم قلب ببخشیدش بخشش شما بزرگی شما هستش سعی نکنید شوهر کاملی باشید زنان عاشق افرادی هستند که بیشتر واقعی و راستگو هستند تا کامل به هر حال عشق یعنی پذیرش یک فرد همونطور که هستش ممنونم که تا انتها با من همراه بودید مطمئن بشید که سابسکرایب کردید و زنگوله کنارش را هم زدید ممنون میشم یک نظر برای من بذارید به نظر شما زن و در یک رابطه چه چی چیزی میخوان من عاشق خوندن نظرات شما هستم و همیشه خودم شخصا پاسخ میدم فراموش نکنید به دوستانتون این کانال رو معرفی بکنید و همینطور شما رو به دیدن ویدیوهایی که در انتها پیشنهاد میکنم تعوتتون میکنم شب و روز خوبی رو داشته باشید دفعه بعد میبینمتون.